بار دیگر اظهارات یک روحانی حکومتی وابسته به نظام ولایت فقیه جنجال ساز شد. شیخ احمد پناهیان که همراه برادرش علیرضا پناهیان همواره سخنران مجالس طرفداران تندروی نظام ولایت فقیه است، این بار دستور به کشتن معترضان به شدیدترین شکل آن داد. همکارم سعید بهاری گزارش می‌دهد. ویدیویی در شبکه های اجتماعی انتشار یافته که به نظر می رسد از جمع بری جملات احمد پناهیان از چند سخنرانی اخیر او فراهم شده باشد و در این اظهارات او تایید می کند که بیش از 99 درصد فحش‌ها و ناسزاها و حرمت شکنی های مردم خطاب به شخص رهبر نظام ولایت فقیه است و فضای مجازی اشباع شده و باید خاتمه پیدا کند. نود و نه و نیم درصد فوشها، ناسزاها، دریبریها جسارتها، حرمت شکنیها شخص و مقام معظم رهبریه میاد رو پشت بام الان تو بعضی از مناطق تهران هر شب بیست دقیقه تو کن میست توی این آپارتمان وضای مجازی رو اشباه کردن باید خاتمه پیدا کنه این بسه یه جنگ جریان‌های تندرو در نظام ولایت فقیه همواره تلاش می‌کنند با امنیتی کردن شرایط و اعلام وضعیت بحرانی و حساس کنونی و اینکه دشمن به جنگ نرم با نظام مشغول است نیروهای وفادار به خود را در حالت آماده باش برای سرکوب و خونریزی بیشتر نگه دارند دستگاه های امنیتی و انتظامی با سرکوب خونین اعتراضات پنج ماه اخیر تا حدودی توانستند خیابانها را موقتا از حضور معترضان در شهرهای بزرگ و کوچک خالی کنند. و سپس در مرحله تثبیت خود دست به اعدام های معترضان زده و با تکیه بر سیاست همیشگی گسترش رعب و وحشت از طریق خشونت و خونریزی بیشتر تلاش می کنند مانع از سرگیری حضور خیابانی معترضان در آینده شوند احمد پناهیان در تداوم سیاست فوق و ذکر و جهت فراهمسازی پشتوانه توجیه دینی برای سرکوب به حدیثی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شد. ولی از اولیاء من را کسی احانت کنه فقط ارسدن محاربتی به معاربه با من به جنگ با من برخواسته و طبق معمول همه سخنرانی های حکومتی منظور از ولی را رهبر نظام ولایت فقیه دانسته و با استناد به این حدیث معترضان را محارب قلم داد کرده تا مجوز شرعی و قانونی قلع و قمع ایشان را صادر کند. در ادامه این کلیپ که بین طرفداران پناهیان و به طور کلی حامیان نظام ولایت فقیه دست به دست می شود، این روحانی حکومتی می افضاید. دین ما دینی نیست که در برابر دشمنی ها سکوت کند و یا انعطاف نشان دهد و پس از آن ضمن ملعون خواندن معترضان خیابانی فرمان به کشتار آنها آن هم به شدیدترین وجه را صادر می کند. وارلوس، محکم شدید دین شما دینی نیست که در برابر توته در برابر دشمنی ها این اطاف اون دین مرد این من اونین رو باید گرفت کشت چه کشتنی طبق معمول این اظهارات با واکنش گسترده کاربران فضای مجازی فارسی زبان مواجه شد و به ویژه کاربران توییتر نقدهای خود را همراه با نقل بخشهایی از این اظهارات بازنشر کردند. سعید بهاری اخبار شیه.